تهران نه تنها همچنان بر بی اثر بودن تحریم ها اصرار می ورزد، بلکه در تازه ترین واکنش در این زمینه تحریم ایران را مساوی با پایان سیطره دلار بر دنیا دانست. آقای احمدی نژاد بامداد روز یکشنبه در مراسم هشتمین گرامی داشته هفته جهانی مساجد با اعلام اینکه اقتصاد ایران 900 میلیارد دلاری است بر این موضوع تاکید کرد که کل تبادلات اروپا با ایران 24 میلیارد دلار است که اگر همه آن کنار برود هیچ اتفاق باقی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد در ادامه افزود: چون اونا از بیرون شروع کنن سر صدا کردن، آقا تحریم کردیم، تحریم های فلج کننده. حالا قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. تحریم های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه. به خیال خودشون از اون ور یه دیرم وادار کنن، از این ور ای وای خطر است، خطر است، بحران است، بپایید. چرا ماجراجویی میکنی؟ جلوشون وای میستیم میگن ماجراجویی، گفتگو میکنیم میگن سازش. ما در جلسه یه کارگروهی هست که از چند سال قبل تصمیم میگیره راجع به این تحریم. دو سه تا تصمیم گرفتیم اما خدمت شما بود. آقای احمدی نژاد در ادامه افزود: چه بسا که ملت ما جشن هم بگیرد. ریاست قوه مجریه بار دیگر بر این نکته پافشاری کرد که با استفاده از فرصت تحریم ها تولید داخل کشور گسترش یافته و در عین حال سبب آن خواهد شد که کالاهای ایرانی به سرتاسر جهان صادر شود. آقای احمدی نژاد همچنین گفت: اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم‌ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران. یک. دو، از این کار زشتی که اینا کردن استفاده کنیم برای برپایی یک نظم و نظام جدید اقتصادی در جهان. و سه، حالا که دشمن گاردش رو باز کرده، موانع رو برداشته، اومده میخواد به ما ضربه بزنه، از همین مسیر به فضل الهی آنچنان ضربه‌ای بزنیم که ساقط بشه. این تحریم میکنن چی؟ خودشون رو تحریم میکنن. آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو میخواد تحریم کنی؟ نزدیکترین سایت خبری به دولت آقای احمدی نژاد تحریم ها قیمت تحویلی هر تن بنزین از ترکیه را به طور متوسط نسبت به ماه ژوئن تقریبا دو ماه گذشته بالغ بر 20% افزایش داده است. از دید این منبع ظاهرا این میزان به جیب دلال های واسطه سرازیر شده است، در حالی که صادق محصولی وزیر رفاه قانون هدفمند کردن یارانه ها را مهمترین برنامه قرن اخیر ارزیابی می کند. محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت را متهم می کند که از هدفمند کردن یارانه ها بهره‌گیری سیاسی خود را کرده و حالا می خواهد عقب نشینی کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با سایت خبری تحلیلی آفتاب نیوز می گوید نفت که بر سر سفره نیامده نان را هم بردند. همزمان سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گزارشی با عنوان ارقام کاغذی تورم خودتان را گول نزند، نرخ رسمی تورم را جدا از احساس عمومی می‌داند که بر افزایش قیمت‌ها حاکم است. این منبع تأکید دارد به مردم باید صادقانه دلیل افزایش قیمت مواد غذایی گفته شود، در حالی که بر اساس مرکز آمار ایران صدور پروانه های ساختمانی در تهران 48% کاهش یافته است. بر اساس آمار شهرداری ها صدور پروانه ساخت و ساز در تهران رشدی 46% داشته است. در همین حال با وجود آنکه رئیس سازمان بورس تاکید می کند که ارقام اعلام شده در پیوند با رشد بورس درست است، رشد بی سابقه 4000 واحدی بورس در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.